اتفاقی که موجب ممنوع کاری و ممنوع تصویر شدن روشنک عجمیان شد و حادثه ای که توی کانادا براش افتاد و اون رو به کام مرگ کشون. با ما توی این ویدیو همراه باشید، حقایقی باور نکردنی رو از این بازیگر مرور میکنیم و صحبت ها و مصاحبه جدید ایشون رو در مورد مهاجرتشون به کانادا میشنویم. سلام سلام، چطورید رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. خب خانم روشنک عجمیان که بازیگر قدیمی هست و احتمالا خیلیاتون ایشون رو با سریال کوچه عقاقی ها به خاطر دارید، چند سالی هستن که به کشور کانادا مهاجرت کردن و یه مقدار کمکار هم شدن. ایشون بعد از سالها مصاحبه ای انجام دادن و در مورد علت مهاجرتشون و علت کمکاری و حتی ممنوع کار شدنشون صحبتهایی رو انجام دادن. ایشون توی این مصاحبه گفتن من چندین مرتبه مجری برنامه های تلویزیون بودم. اتفاقاتی که توی این برنامه ها برام می افتاد باعث شدش که کلن بیخیال اجرا و کار تلویزیونی بشم. و خب همین اتفاقات باعث شدش که یه مقدار نسبت به کار توی ایران دل سرد هم بشم و کارم رو توی سالهای اخیر کم و کمتر کردم و در نهایت هم تصمیم به مهاجرت گرفتم. اون در مورد اتفاقاتی که توی برنامه ها براش می اومدم صحبتهایی رو انجام داد و گفتش که مثلا توی یه برنامه من رو وارد بازخواست قرار دادن که چرا به مهمون مرد برنامه گفتم عزیز، در صورتی که من به این مهمون به خاطر سن و سالشون و پیشکسوت بودنشون و اینکه میخواستم احترام بذارم این لقب رو گفتم، ولی خب جور دیگه ای برداشت شد و همین باعث شدش که من مورد بازخواست و ممنوع کاری قرار بگیرم. روشنک عجمیان همینطور در مورد حادثه تلخی که براش توی کشور کانادا افتاد و اون رو به کام مرگ کشوند و فقط چند ثانیه با مرگ فاصله داشت هم صحبتهایی رو انجام داد. بریم قسمتهایی از صحبتهای این بازیگر رو بشنویم. پارسال یه اتفاق برام افتاد، خیلی ناگهانی بود این اتفاق. متاسفانه رگ دستم پاره شد و این قسمت دستم پاره شد و رگش نبود و تقریبا 2 سانت فکر میکنم این پارگی وجود داشت و خیلی حالم بد بود برای اینکه خون پاشید، همه نگران، زنگ زدیم اورژانس و خب دیگه وقتی رگت بخوره و تا بیان ببرنه دیگه احتمالاً از دنیا قراره برم. اما من یک بار اونو تجربه کرده بودم چند سال پیش، بعد توی وقفه یه سری کار رو خودم انجام داده بودم، بعد آماده بودم برای این قضیه چون من خیلی از وابستگی هام به دنیا رو اصلا از بین برده بودم تو خودم. من نمیدونستم که من اینقدر دارم پیش میرم و اینقدر اتفاقی خوب داره تو من میفته. وصیتم کردم، خیلی راحت وصیتم رو کردم و خودم رو آماده کرده بودم برای اینکه خب این اتفاق باید بیفته. من اومدم تو این دنیا، یک رسالتی داشتم، حالا به هر صورت شاید موقعش بوده که باید برم. خیلی درس عجیبی بعدش گرفتم برای اینکه دیدم نه، من ظاهرا اون تغییری که باید اتفاق بیفته اتفاق افتاده، هرچند که من راه بسیار زیاد دارم برای این خودشناسیه، برای خودسا اجرای زنده میکردم. بعد خب ببینید، همینجوری که با هم حرف میزنیم مثلا شما شده من بگین خانم روشنک عجمیان عزیز. خب من آقای پرستویی بود اگر اشتباه نکنم مهمونمون، داشتم بهشون گفتم که داشتم که در خدمت آقای پرستویی عزیز هستیم، امشب قرار باشیم گفتگو کنیم در مورد سریال فلان و این داستانا. ببین یعنی در عرض 10 ثانیه تو گوشی به من گفتن که عزیز نگو، عزیز نگو، نباید عزیز بگون، آقا نباید عزیز تو باشه. خب من اصلا برای من خیلی عجیب بودی همچیزی. عزیزم که نبود، عزیزم نیستن، عزیزم بزرگوارن، فقط همین به خدا. و خب بعدش منو خواستن مدیر گروه، من دیگه اجرا نمی کنم و اصلا دیگه داره توهین‌آمیز میشه. آخه یعنی چی؟ مگه قراره چه اتفاقی بیفته؟ روشنک عجمیان متولد 20 بهمن ماه سال 1355 در شهر تهران هست. ایشون فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته کارگردانی تئاتر و لیسانس رشته بازیگری. از 17 سالگی کارش رو به روی صحنه تئاتر شروع کرد و تا سال 76 کارهای تئاتر انجام میداد و بعد برای اولین بار در سال 76 جلوی دوربین رفت. به پیشنهاد پدرش
در سال 72 در کلاس های بازیگری حضور پیدا کرد و به خاطر علاقه‌ای که به این شغل داشت به مرور در این رشته پیشرفت کرد و توی دانشگاه هم تصمیم گرفت رشته بازیگری و بعد هم کارگردانی رو دنبال بکنه. از سال 73 بعد از 3 سال تجربه موفق در کار تئاتر با سریال گوهر کمال در کنار رضا فیض نوروزی و شیرین بینا جلوی دوربین رفت. اون در سال 82 با پخش سریال کوچه عقاقی به کارگردانی رضا عطاران بیشتر دیده شد و یک سال بعد هم با مجموعه جایزه بزرگ مهران مدیری شهرتش رو بیشتر کرد و حضور متفاوتی در تلویزیون پیدا کرد. خانم عجمیان از سال 81 با اجرای برنامه چشم‌انداز کارش رو به عنوان مجری هم شروع کرد تا اینکه اجرای اون در سال 85 با مسابقه پلکان و سال 88 با مسابقه همسران بسیار مورد استقبال قرار گرفت. اون اتفاقاتی هم که توی این مصاحبه اخیرشون مطرح کردن مربوط به همین مسابقه همسران بود. اون در سال 90 هم مجری برنامه 4 در 4 بود و بعد از اون برنامه موفق چشم‌انداز و جام جم رو برای شبکه جام جم اجرا کرد و در شبکه نسیم و آموزش هم حضور پیدا کرد. روشنک عجمیان سال 82 وقتی که 27 ساله بود با مهریا حمیدی از بازیگران مجموعه کوچه عقاقیا و مرد هزار چهره ازدواج کرد که ثمره این ازدواج یک فرزند دختر به نام آروشا هستش. خودش در مورد ماجرای ازدواجش میگه: آشنایی ما در ماه آخر بازی در مجموعه کوچه عقاقیا در سال 81 صورت گرفت. من و همسرم اون زمان قادر به تصمیم گیری قطعی برای ازدواج نبودیم. آقای منوچهر نوذری یادمه با کمک‌های فکری که به ما دادش من و همسرم رو مجاب کرد که این ازدواج رو هر چه زودتر انجام بدیم. خانم عجمیان در مورد تجربه مادر شدنشون هم میگن: بعد از تجربه مادر شدن به نظرم اصلا آدم دیگری شدم. راستش من از آن بچه های ناخلف نبودم که قدر والدینم رو ندونم، اما بعد از ازدواج اهمیت پدر مادر برایم خیلی بیشتر شد. همسر خانم عجمیان مهریار حمیدی دانش آموخته مهندسی صنایع است و در مورد مهاجرتشون به کانادا هم میگه: ما میخواستیم که به کانادا مهاجرت بکنیم، اما روشنک اصلا نمیتونست بپذیره. از نظر منطقی حرف من درست بود، اما میدیدم حق ندارم احساس اون رو هم نادیده بگیرم. حس اون به منطق من ارجحیت داشت. گویا آیه حمیدی و خانم عجمیان برای اینکه به نظر یکدیگه احترام بذارن تصمیم میگیرن بین ایران و کانادا در رفت آمد باشن، یعنی برخی از فصول سال رو در کانادا هستن و برخی هم در ایران، تا هم خانم عجمیان به کارش توی ایران بپردازه و هم آقای حمیدی شغلشون رو توی کانادا از دست ندن. خانم عجمیان توی یه مصاحبه‌ای که چند وقت قبل انجام دادن مدعی شدن که هیچ عمل جراحی تا به حال انجام ندادن و کلن هم با عمل زیبایی مخالف هستن. در باره این مصاحبه خودشون گفتن که من کلن با جراحی زیبایی در بازیگران موافق نیستم، چون بازیگر که مدل نیست که بخواد عمل چهره یا عمل زیبایی انجام بده. باید چهرهش کاملا طبیعی باشه تا بتونه توی هر نقشی باورپذیر باشه. اما در این حال عنوان میکنم که اگرم کسی از بازیگران این کار رو انجام داده به من ارتباطی نداره و من نمیتونم کسی رو قضاوت بکنم. خود مردم در بهترین جایگاه هستن. خانم عجمیان در مورد معیارشون برای قبول نقش هم میگن: کلیت داستان اینه که فیلمنامه برای من خیلی مهمه. اینکه آیا فیلمنامه به صورتی هست که نقش در اون دیده بشه یا نه، طول نقش برام اهمیت نداره، ولی دوست دارم نقشم تاثیرگذار و متفاوت باشه. خیلی اهل کلاس گذاشتن و معطل کردن طرف مقابلم نیستم. معمولا در همون دور نخست که فیلمنامه رو میخونم به لحاظ حسی میتونم تصمیم بگیرم که نقش رو خواهم پذیرفت یا نه. از سریال ها و فیلم هایی که خانم عجمیان توش بازی کرده میتونیم به شهرک جیم، حالت خاص، لبخند خدا، سایه روشن، راه دور، تلنگور، دانی و من، مهمان پذیر سعادت، کارگاهان، مرد هزار چهره، یک وجب خاک، پنجره، یک و نیم هفته، جایزه بزرگ، داغش، کوچه عقاقیا، لحظه قاصدک، کاشانه، گوهر کمال اشاره بکنیم. از فیلم های سینمایی ایشون هم این زن حقش رو میخواد، عشق نیکان، نفوذ، سوگن، کارناوال مرگ، یک اشتباه کوچولو، کتاب قانون، ابراهیم خلیل الله و عشق فیلم اشاره داشته باشیم. اگه با آثار این بازیگر قدیمی خاطره دارید حتما اسم فیلم یا سریال مورد علاقتون رو بر ما کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال.
امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.